سلام به همگی، میسیز ریپورتر هستم. امروزم با شما همراهیم تا راجع به فردین، گرانترین بازیگر تاریخ سینما، توقیف فیلمی که رهبری آن را دوست داشت صحبت کنیم. با ما همراه باشیم و ما رو سابسکرایب کنید. سعید مطلبی، نویسنده و فیلمساز که معروف‌ترین اثر او سریال تلویزیونی ستایش است، اخیراً در گفتگوی به بازگویی خاطرات و دغدغه‌های خود پرداخته. در گذشته بازیگران به اعتقاد فیلم بازی می‌کردند. کسانی که به بنده در سینمای گذشته دیدم، آدم‌هایی که اعتقاد و پایبند به اصول بودند و به این دلیل مورد تحسین من بودند. نقش جوانمردی رو که ناصر ملک مطیعی ایفا می‌کرد یا محمد علی فردین بازی می‌کرد، باور به آن نقش داشتم. اما بعد از انقلاب قضیه این نبود که حکومت اینها رو کنار بگذاره. اینها رو کسانی عقب راندن که تمایل داشتن خودشون به سینما ورود پیدا کنن. نمیخوام صرفا مخاطب رو سرگرم کنم. برای من مهمترین چیز مخاطب است. چیزی که به روز بیننده که اثرم رو تماشا میکنه برای من اهمیت نداره. فقط به اون احترام میگذارم. دوست ندارم چیزی بنویسم که مخاطب رو فقط سرگرم کنه. دوست دارم اثری بنویسم و بسازم که چیزی به تماشاگر بیفزایه. چیزی که شناخت رابطه و پیوند خانوادگیش رو اضافه کنه. به امیدش اضافه کنه. من تمایل ندارم چیزی بنویسم که دنیا رو تاریک و سیاه نشون بدم یا ناامیدی رو تبلیغ کنم. من تمایل دارم چیزهای خوبی رو که خودم در زندگی از اونا بهره بردم تبلیغ کنم. بهروز بوسوق میگفت ما زینت مجالس اشرف پهلوی بودیم. فردین گرانترین بازیگر تاریخ سینما در کل دنیا است. در حال حاضر بازیگران ستاره هالیوودی چه مقدار از بودجه فیلم رو به عنوان دستمزد دریافت میکنند؟ حد اکثر 10-15%. اما دستمزد فردین 60% بودجه فیلم بود. مثلا اگر هزینه ساخت یک فیلم 500,000 تومان تموم میشد، 300,000 تومان اون دستمزد فردین بود و ارزشش رو داشت. بسیار هم به سینما علاقه داشت. این آدم ها همه همینطور بودن. بهروز بوسوق عاشق سینما بود. بگذاریم از این که باز چند روز پیش دیدم در مورد اون نوشتن که رفیق اشرف بود. در این مورد یک خاطره ای رو براتون نقل می کنم که من تنها راوی اون هستم. یک بار برام تعریف کرد که با خانم گوگوش از شمال می اومدن. یک خبرنگار روزنامه اطلاعات به سراغشون میره. من نمیدونم چه اتفاقی میفته که بهروز یک سیلی به اون خبرنگار میزنه. داستان به گوش سردبیر روزنامه اطلاعات میرسه و اون هم یک جلسه با سردبیرهای روزنامه و مجلات تشکیل میده و قرار میذارن اسم بهروز و فیلمهاش رو و خبرهاش در هیچ روزنامه‌ای نشر پیدا نکنه. این رو بهروز برای من گفته. آقای خامنه‌ای از فیلمم خوشش اومد، اما کسانی در ارشاد اون رو توقیف کردن. آقای خامنه‌ای سخنرانی کرده بودند که من از هنرمندان می‌خواهم به این انقلاب کمک کنند و واقعا یکی از دلایلی که من به سمت این کار رفتم سخنرانی ایشان بود. اصل حکومت یا نظام با ما کاری نداشت. اون کسانی که به نظرشون ما جا رو براشون تنگ کرده بودیم، با قدرتی که داشتن جو رو اینطور خراب کردن. اون زمان هم همینطور نبود که یک دولتمرد فرصت کنه و بررسی کنه که این راست میگه یا حرفش منطقی یا خیر. مطمئن بودن و بر اساس اطمینانشون تصمیم میگرفتن این هنرپیشه ها و همچنین در کنارشون من اینگونه ممنوع کار شدم. من یک فیلم به اسم پنجمین سوار سرنوشت ساختم. یادداشتی درباره این فیلم از مرحوم واعظ طبسی، آقای ولایتی، وزیر خارجه، معاونش عزیزی، دادستان کل، دادستان مواد مخدر و کسان دیگر دارم. یک بار هم ما رفتیم دفتر ریاست جمهوری که آقا با اعضای دفترشون فیلم رو دیدن و خیلی هم ابراز لطف کردن. فردا از دفتر ریاست جمهوری با من تماس گرفتن که شما و آقای روبیک دوباره بیایید. آن زمان فیلم ها رو در روبین نمایش می دادن. وقتی به اونجا رفتیم آقا این بار با خانواده فیلم رو تماشا کردن. حتی گفتن سلام ما رو به آقای قادری و خانم خورش و یک آقایی که در فیلم اسمش محسن بود برسونید. بعد هم گفتن هر مسئله بود به آقای میرسلیم اطلاع بدید. همین فیلم به وزارت ارشاد رفت. حامی فیلم دادستانی مواد مخدر بود. فیلم توقیف شد. به من گفتن برو و اطلاع بده که این اتفاق افتاده. گفتن تا فردا صبح وقت بدید.
فردا صبح هم گفتن من نمیخوام این کار رو انجام بدم. پرسیدن چرا؟ ایشون که فیلمو پسندیدن و گفتم من یکی از 60 میلیون ایرانی هستم که دو بار با رئیس جمهور مملکتم شام خوردم. یه دیگر نمیروم در این شرایطی که ایشون باید به فکر پوتین سرباز جبهه باشن. براشون صورت حساب صادر کنم و بگم این فیلم رو در ارشاد یک عده آدم بی‌منطق توقیف کنم. خب عزیزان دلم، به امید روزی که تمام بازیگران ما، کسانی که واقعا لیاقت این کار رو دارن، در عرصه سازمان صدا و سیما کار کنن. دوستتون داریم، ما رو سابسکرایب کنید، توی یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال کنید و برامون کامنت بذارید و بهمون انگیزه بدید. تا خبرهای بعد، بدرود.